حمله طالبان بر زندان غزنی مهار شد. وزیر دفاع بریتانیا: در صورت سهیم شدن طالبان در قدرت با آنها کار میکنیم. 4000 سرباز از پایگاه هوایی بگرام محافظت میکنند. و حمله راکتی به بند سلما، اداره تنظیم امور آبها هشدار داد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. وزیر دفاع بریتانیا: در صورت سهیم شدن طالبان در قدرت با آنها کار میکنیم. وزیر دفاع بریتانیا گفته است در صورتی که طالبان در افغانستان وارد دولت شوند، کشورش با این گروه همکاری و تعامل خواهد کرد. وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با روزنامه دیلی تلگرام در واشنگتن گفته است دولت مستقر در افغانستان هرچی باشد، در صورت تعهد به برخی هنجرهای خاص بین‌المللی، دولت انگلیس با آن تعامل خواهد داشت. او افزوده است در صورتی که طالبان به شیوه های رفتار کنند که به طور جدی ناقص حقوق بشر باشد، انگلیس در هر گونه رابطه تجدید نظر خواهد کرد. به گفته او، انگلیس پس از 20 سال جنگ دشمنان سابق خود را در تقسیم قدرت در افغانستان میپذیرد، به شرطی که به برخی از تعهدات بین‌المللی نیز تایید شود. او همچنین گفته است بعید است طالبان مرتکب اشتباهات گذشته شوند. به گفته او، طالبان اگر به تروریست‌ها اجازه تهدید امنیت کشورهای غربی را بدهند، این گروه مانند ماه‌های بعد از 11 سپتامبر تحت حمله نظامی قاطع قرار خواهد گرفت. او همچنین گفته است که این موضوع را درک می کند که چشم انداز همکاری انگلیس با طالبان چالش برانگیز خواهد بود. او اضافه کرده است طالبان عمیقا به دنبال آن است که از لحاظ بین‌المللی به رسمیت شناخته شوند. آنها با آزادی مالیشان و نیز حمایت برای ملت‌سازی نیاز دارند. او همچنین از گروه طالبان به حکومت خواسته است که برای استقرار و ثبات در کشور بعد از چندین دهه اختلاف و درگیری همکاری کنند. چهار هزار سرباز از پایگاه هوایی بگرام محافظت میکنند. به دنبال واگذاری مسئولیت پایگاه هوایی بگرام از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغان، اکنون قرار است 4000 سرباز از این پایگاه محافظت کنند. جنرال اسدالله کوهستانی، فرمانده پایگاه بگرام، گفته است که پس از خروج نیروهای امریکایی از این پایگاه، اکنون دولت 4000 سرباز ارتش را برای محافظت از آن گماشته است. مسئولان پایگاه هوایی بگرام گفتند که حفاظت از این پایگاه و فعالسازی مرکز درمانی بگرام از اولویت دولت است. اشرف غنی، رئیس جمهوری، چند روز پیش در دیدار از این پایگاه دستور داده بود که بخش از شفاخانه نظامی 400 بستر سردار داوودخان نیز به این پایگاه منتقل شود. نیروهای خارجی چند پیش مسئولیت این پایگاه را به نیروهای امنیتی افغان واگذار کردند. پایگاه بگرام در اوج فعالیت خود محل استقرار ده ها هزار نیروی خارجی بود. در این اواخر آخرین نظامیان آمریکایی یک شبانه و در حالی که چراغ‌ها را خاموش کرده بودند، پایگاه هوایی بگرام را ترک کردند. حمله راکتی بر بند سلما، اداره تنظیم امور آب هشدار داد. اداره ملی تنظیم امور آب میگوید اخیراً چندین هاون به سمت بند سلما در ولسوالی چشت هرات شلیک شده است. این اداره هشدار داده که در صورت آسیب رسیدن به این بند، ساکنان چندین ولسوالی هرات متضرر خواهند شد. این اداره شب گذشته سه‌شنبه 22 سرطان در اعلامیه گفته است که اخیراً یک تعداد زیاد گلوله هاون بر سایه بند سلما در ولسوالی هرات انداخته شده است که تعداد زیاد آنها به نقاط نزدیک صاحب بند اصابت کرده است. در این اعلامیه این اداره آمده است که اگر این حملات دوام پیدا کند، به بند سلما صدمه وارد خواهد شد که در آن صورت به تعداد زیاد از هموطنان ما علاوه بر زیان مالی، زیانهای زیاد جانی نیز خواهد رسید. اداره امور آبها گفته است که زندگی، ماش، ساکنان 8 ولسوالی هرات به آب بند سلما وابسته است. این اداره به طالبان گفته است که سرمایه ملی مال مشترک همگان است و نباید در اثر جنگ نظامی صدمه ببیند. اداره تنظیم امور آب گفته است که از بند سلما باید حفاظت صورت گیرد و هر گونه تعرض و حمله به سمت آن باید متوقف شود. در اعلامیه این اداره آمده است که در صورت دوام حملات و هر گونه آسیب به بند سلما، یک ننگ تاریخی برای مرتکبین این فاجعه خواهد بود. بند سلما در ولسوالی چشت هرات قرار دارد که اکنون در کنترل نیروهای طالبان است. تا
طالبان چند پیش بر یک قرارگاه امنیتی بند سلما حمله کرده بودند که در نتیجه 16 نفر کشته شدند. این بند با سرمایه گذاری هند ساخته شده است. حمله طالبان بر زندان غزنی مهار شد. منابع محلی در غزنی به خبرگزاری فوق میگویند که جنگجویان گروه طالبان از چند مسیر به زندان مرکزی این ولایت حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی این حمله مهار شده است. امان الله کامریانی، معاون شورای ولایتی غزنی به خبرگزاری فوق گفت که جنگجویان گروه طالبان شب گذشته سه‌شنبه 22 سرطان حملات گسترده ای را بر زندان مرکزی ولایت غزنی در سایه حوزه سیم امنیتی برا انداخته بودند. معاون شورای ولایتی غزنی افزود که این حمله طالبان که در سایه حوزه سیم جریان داشت، پس از چند ساعت درگیری حوالی ساعت 3 بامداد امروز چهارشنبه 23 سرطان مهار شده است. کامرانی افزود که اعضای طالبان قصد داشتند با حمله بر زندان مرکزی غزنی زندانیان خود را از این زندان آزاد کنند، اما با تلاش‌های نیروهای امنیتی موفق به این کار نشدند. معاون شورای ولایتی غزنی افزود که جنگجویان گروه طالبان 50% از شهر غزنی را در کنترلشان گرفتند. به گفته او در حال حاضر ساعت مثل پل حیدرآباد، پشتون آباد و کهنه قره‌باغ و ساعت اسلامی به خط اول جنگ تبدیل شده است. او همچنین گفته که نیاز از حکومت مرکزی برای جلوگیری از پیشرفت طالبان به نیروهای امنیتی در این ولایت کمک کند. به گفته او اگر وضعیت کنونی غزنی به شکل درست مدیریت نشود، خطر سقوط این ولایت نیز وجود دارد. طالبان، دیورند و آب. مهدی نوری، تحلیل از سایت خبری افاق. رئیس جمهوری بدون اشاره به سفر طالبان به تهران به طور تحویلی به این موضوع اشاره کرد که اگر آن گروه به قدرت برسد، احتمال دارد آب کشور را به ایران بفروشد. آب که غنی گفته بود از نفت ایران با ارزش تر است. اشرف غنی در سفرش به خود خطاب به طالبان گفت اگر افغانستان را دوست دارید تعهد بسپارند که خط دیورند را قبول ندارند، آب افغانستان را به دیگران نخواهند فروخت و نوکری دیگران را نمیپذیرند. سپس آقای غنی از مخاطبان سخنرانیش پرسید آیا کسی شک دارد که اینها یعنی طالبان از جای دیگر می آیند؟ او به کشتار روزانه صدها افغان، بمگذاری ها و آتش گرفتن ساختمان ها و مزارع اشاره کرد و از طالبان پرسید آیا کارها را برای کی می کنید؟ رئیس جمهوری از طالبان خواست به میز گفتگوهای صلح برگردند. او خطاب با آنها گفت حالا که نظامیان آمریکایی از افغانستان می روند، آیا شما فکر می کنید غیر از من کسی دیگر می تواند زندانیانتان را آزاد کند؟ رئیس جمهوری احتمال تلاش کرده است روی مسائل انگوش بگذارد که بیشترین اساسات ملی را برنگ می زد. وقوع پیچیده تاریخی، عوامل اصلی، بحران و بی‌ثباتی و سرمایه های بزرگ ملی در معرض دست برد قرار دارد.